ترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیون ایران فردا را میگوشاییم با برنامه شامگاهی صفحه یک با کاوش و خانشی بر اهم مطالب منتشره در روزنامه های ایران همچون همه شب دقایق نخست برنامه را به مرور کوتاهی بر چند رویداد کوتاه از ایران منطقه و جهان اختصاص میدهیم به روال معمول همه شب نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب تشدید هشدارها میان دو سوی اصلی مذاکرات هسته‌ای با لحن تند حسن روحانی از یک سو و باراک اوباما از سوی دیگر در آغاز وقت اضافه یک هفته ای تیید دیپلمات‌ها ها از تعهد ایران به کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ادامه گمان زنی ها از روند مذاکرات با اظهار نظر مثبت از دیدار دو وزیر خارجه ایران و آمریکا تعیین زمان اعلام گشایش سفارتخانه های دو کشور کوبا و آمریکا و در روزنامه های اصلی و پرشمارگان امروز ایران نیز آخرین رایزنیهای های ابلاغ طرح سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی از سوی خامنهای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران و بالاخره تایید ماجراهای عجیب و غریب گم شدن دکل نفتی به قیمت 87 میلیون دلار در دولت موسوم به پاک دست احمدی نژاد از سوی سازمان بازرسی کل کشور اهم اخبار و مطالب برگزیده امشب چهارشنبه دهم تیر ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک با شرح جزئیات چند خبر کوتاه برنامه را پی میگیریم با دو هشدار هستهای در دو سوی مذاکرات باراک اوباما هشدار داد راه دستیابی ایران به صلاح اتمی بسته نشود توافقی در کار نخواهد بود If which اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تأکید کرد اگر مذاکره کنندگان در خاتمه گفتگوهای اتمی اطمینان نیابند که همه راه های دستیابی ایران به سلاح های مسدود شده است توافقی در کار نخواهد بود اظهارات باراک اوباما روز سهشنبه نهم تیرما ماه ساعاتی پس از آن بیان شد که ایران و قدرت های جهانی اعلام کردند مذاکرات هسته‌ای برای هفت روز دیگر تمدید شده است طرفین گفتند که با تمدید این مذاکرات تصمیم گرفتهاند فرصتی کافی برای دستیابی به توافق هسته فراهم آورند در همین رابطه باراک اوباما که در کنفرانسی خبری سخن می گفت ضمن آنکه نسبت به دستیابی به توافق هسته با ایران ابراز امیدواری می کرد اما بار دیگر خاطر نشان ساخت که ایران نباید به صلاح هسته ای دست یابد به گزارش خبرگزاری هایی از جمله خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اظهار می کرد که چارچوب توافق احتمالی با ایران هدف او را که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته است تأمین خواهد کرد. اما اگر ایران نتواند به شرایط موجود در این چارچوب تبعین شده عمل کند مشکلاتی به وجود خواهد آمد. ایشان سپس عنوان میکرد که اگر آمریکا و دیگر طرف های مذاکره هسته نتوانند اطمینان یابند که مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته مسدود شده است اگر امکان بازرسی کافی از تأسیسات ایران فراهم نشود و اگر امکان راستی آزمایی برنامه اتمی ایران وجود نداشته باشد توافق نیز بر سر نخواهد گرفت اوباما در نهایت اشاره می کرد که ایشان همیشه تأکید می کند که از توافق بعد اجتناب خواهد کرد و اکنون این بستگی به ایران دارد که خواسته های جامعه بین المللی را برآورده کند و اما در سوی دیگر ماجرا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیروز سهشنبه هشدار داد در صورتی که توافق احتمالی بین ایران و گروه مصوم پنج به علاوه یک زیر پا گذاشته شود ایران به روال قبلی باز خواهد گشت به گزارش واحد مرکزی خبر حسن روحانی در خصوص مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق نهایی در وین اتریش گفت که بخش عمده مسائل حل شده است اما بخشی نیز باقی مانده است که البته مواردی از آن مهم است و می تواند در روزهای پیش روی با تمهیداتی که اندیشیده شده درباره آنها به توافق رسید رئیس جمهور ایران با تأکید بر اینکه در صورت محقق شدن توافق هسته دو طرف متعهد به اجرای آن هستند تصریح می کرد اگر آنها متعهد بمانند ما نیز به آنچه که توافق شده است پایبند خواهیم بود اما در عین حال دولت آمادگی کامل خواهد داشت که اگر روزی توافق را زیر پا بگذارند ما نیز بلافاصله بتوانیم شدیدتر از آنچه در مخیله ی آنهاست به مسیر قبلی بازگردیم حسن روحانی همچنین با اشاره به اینکه مسیر تعامل و گفتگو در 22 ماه مذاکرات به شکلی جدی دنبال شد اشاره می کرد معتقدم این مذاکرات می تواند نتیجه برد برد برای طرفین داشته باشد چرا که به زمه وی اگر طرف مقابل مدعی است که میخواهد مانع از ساخت سلاح هستهای در ایران شود هرچند ایران از ابتدا به دنبال آن نبوده و نیست این هدف برای آنها حاصل می شود چرا که ما قادریم راه و مسیر نظام را در موضوع هستی به خوبی تشریح کنیم حسن روحانی در همین فضای اظهار موضع خیش مجددا نقدی به سیاست های ویرانگر دولت محمود احمد نژاد میزد و البته بدون ذکر نام وی میگفت که اگر این مذاکرات موفق شود معنایش این نیست که شیوه سال 84 تا 92 را باز تولید می کنیم و دلار فراوان به دست آمده را در مسیر اشتباه هزینه کنیم همچنان بخش مروری بر اخبار کوتاه را ادامه میدهیم با رویداد مهم و کوتاه در حوزه مذاکرات هسته شاید با یک رویداد دیگر البته خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دیپلماتهای های غربی می گوید ایران به یکی از مهمترین شروط توافق اولیه ای اتمی بر سر کاهش چشمگیر ذخایر اورانیوم غنی شده خود که میتواند در ساخت سلاح هسته ای استفاده شود عمل کرده است قرار است آژانس بین المللی انرژی اتمی این موضوع را به طور رسمی نیز اعلام کند چنانچه ایران موفق نمیشد به این شرط مهم عمل کند ضربه سختی به مذاکرات جاری میان تهران و قدرت های جهانی میخورد مذاکراتی که اکنون برای یک هفته دیگر تمدید شده و رؤسای جمهوری ایالات متحده و ایران در مورد خروج احتمالی از آن در صورت نرسیدن به توافق هشدار دادن لازم به توضیح که به استهزار بینندگان برسانم اورانیوم کاربردی دوگانه دارد با وجود که ایران بارها تأکید کرده است که برنامه قنیسازی خود را با اهداف صلح آمیز پیش میبرد اما این ماده میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود و به همین دلیل کاهش ذخایر آن از شروط اصلی مذاکرات اولیه بود و اما در هم همه هسته‌ای میان ایران و غرب در گوشه ای دیگری از جهان پس از سالیانی دور سخن از آشتی میان دو کشور نزدیک اما پرتنش آمریکا و کوبا است. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی واشنگتن و هاوانا امروز چهارشنبه گشایش سفارتخانه هایشان در پایتخت های یکدیگر را اعلام خواهند کرد البته تا تنظیم خبر چه وسا خب اعلام شده باشد که گام بسیار مهمی در از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور از سال 1961 خواهد بود روابط دو کشور از اوائل دهه 1960 قطع شد که همزمان بود با اعمال تحریم های عمده تجاری آمریکا بر کوبا جالبان که در شباهتی همچون ایران و آمریکا البته آمریکا و کوبا نیز در پایتخت های یک دیگر دفاتر حافظ منافع داشتند که تحت حفاظت حقوقی سوئیس بوده است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و راول کاس رو رئیس جمهور کوبا در ماه آوریل برای اولین بار به طور رسمی مذاکره کردند کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید همینک و در بخش بعدی و میانی برنامه با مروری بر آخرین و مهمترین مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران برنامه ها را پی میگیریم طبعا و حسب انتظار نظر به اینکه امروز چهارشنبه آخرین روز از مذاکرات هسته ای بود حجم کسی رو عظیمی از عمده مطالب روزنامه ها نیز به موضوع مذاکرات پیش بینی ها،, ها،, ها و گزینه های روی میز مذاکرات بر صدر همه ستون های سیاسی تحلیلی و خبری روزنامه ها جای گرفت. البته هر دو طیف روزنامه های منتشره و منتسب به حاکمیت با خانش های خاص خود و سیاست های رسانه ای تنظیمی خود به این موضوع می و می پرداختن. از جمله روزنامه های نزدیک به طیف رهبری ایران وفق روال معمول که روی کردی مخالف موافقت نامه دارند همینطور روزنامه هایی که مال ارگان های نظامیان هستند و دیگر روزنامه های عمدتا منتصب به جناح اصولگرایان تهاجمی تر از پیش تیت خورده بودند در صدر این روزنامه ها کیهان روزنامه ی وابسته به نهاد رهبری صریحا با تیتری غیر خبری و تمام تنشی آراسته شد و مینوشت واشنگتن از ایران انقلابی میترسد نه سلاح هسته ای و یا روزنامه اصر ایرانیان سراحتا و پیشاپیش تمام نیم صفحه اصلی شماره امروز را در رد توافق هستهی آراست و تیت زده بود که اجازه امضای قرارداد استعماری را نمی دهیم که در نوع خود تازه ترین تهدید علیه توافق هستهی به نظر می آمد. روزنامه های همچون ابرار که طیفی از میانه های راست و چپ رسانه ها در ایران هستند با تیتری کمتر تحریک آمیز خبری ها راسته شدند به نقل از منابع آمریکایی تنها از احتمال تمدید ده روزه مذاکرات هسته ای خبر میداد که البته در خبرها پیشتر اعلام کردیم که یک هفته تمدید شد ادامه می دهیم و ورق میزنیم با سایر روزنامه ها و همینطور موضوعات متکثر و مختلف و متنوع منتشره در روزنامه های امروز روزنامه آرمان که نزدیک به دولت روحانی است و همواره از توافق هسته دفاع می کند از نزدیکی توافق به نقل از کاخ سفید خبر داد این روزنامه البته در یادداشت اصلی شماره امروز خود نیز به قلم احمد شیرزاد از کارشناسان ارشد حوزه هسته و بین در کمپ اصلاح طلبان در نوشتاری از نقش منفی کشور فرانسه در روند مذاکرات تا حدودی به زبان گلایی اشاره میکرد احمد شیرزاد در سرمقاله روزنامه آرمان معتقد بود که طرف غربی و خصوصا آمریکایی ها اراده لازم رو برای توافق با ایران دارند. البته این اراده در بالاترین سطح در ایران هم وجود دارد به زمه آقای شیرزاد و طرف ایرانی مذاکرات شفافسازی خوبی در این زمینه انجام داده است اما این کارشناس و استاد دانشگاه در ادامه مقاله خود نتیجه می که فرانسوی ها در مذاکرات نقش خوبی ایفا نمی کنن. چرا که به زمه وی آن کشور یک معامله ده میلیاردی نظامی با عربستان سعودی انجام داد اما اگر تا صورت بگیرد بعید است که فرانسه بتواند بازی را برهم بزند ادامه میده هم با دیگر روزنامه ها روزنامه ایران ارگان دولت هشدار حسن روحانی را بر صدر صفحه نشانده به نقل از وی در جمع اصحاب رسانه هشدار میداد که پایبندی ما منظور ایران به توافق هسته‌ای مشروط به تعهد طرف مقابل است این روزنامه به نقل از سازمان بازرسی کل کشور ماجرای عجیب گم شدن پول خرید دکل نفتی در دولت احمدی نژاد را نیز تایید می کرد. روزنامه اعتماد از دو نامه مهم سیاسی خبر میداد که یکی نامه حسن روحانی رئیس جمهور ایران به علی خامنی رهبری بود که گویا درباره طرح امر به معروف و نهی از منکر اشاراتی داشت که در واقع تقاضا کرده بود که این اجرای این طرح متوقف شود چرا که مقایر قانون اساسی در ایران است جالب که این طرح در بازار منازعات جناهی تصویب شد و شورای نگهبان هم تاییدش کرد اما مجید انصاری و شخص حسن روحانی با آن به سراحت به مخالفت برخواستند نامه دوم مورد اشاره و منتشر در روزنامه اعتماد نامه علی متحری نماینده منتصب به اردوگاه اصول گرایان بود به رئیس قوه قضایی ایران که درباره وقایع سال 88 اشاراتی میکرد و نکاتی مینوشت ادامه می دهم ده و رق می زنن با روزنامه های دیگر و بررسی می کنیم با سایر مطالب و اما روزنامه جوان و به نهاد نظامیان سپاه پاسداران و نزدیک به رهبری ایران این بار با واژگانی مفهومی سفارایی شد و مطلب اصلی خود را در تحلیل به این موضوع اختصاص داده بود همونگونه گونه که در عنوان اصلی این روزنامه مشاهده می کنید بدون هیچ کاما و یا ویرگولی با سه واژه خبری ها راسته شد مبنی بر اینکه تمدید توافق شد و یا تمدید توافق شد که هر کدام با بار معنای خاص خود خواهد بود اما این روزنامه نزدیک به سپاه و رهبری ضمن درج تصاویری از تمام مردان مذاکرات ای که ظریف در صدر آنان گام برمیدارد در یادداشتی تحلیلی با عنوان لوزان و وین تا توافق خوب به نقد تا حدودی نرم مردان مذاکرات هسته ای می پرداخت و با طرح این پرسش که هیئت ایرانی چه تعبیری از توافق خوب را در نظر دارد که با توجه به آن پای توافقی را امضا کند نتیجه می که هر گونه توافقی که منجر به فعالیت هسته ای محدود و بسیار کنترل شده باشد به معنای عبور از خط قرمز تعیین شده از سوی رهبر ایران است که پایه ای اساسی توافق خوب را تشکیل می دهد. که با این نوشتار عملا روزنامه جوان بر منویات و خواستهای شخصی رهبر تاکید می کرد و مردان مذاکره را کارگزارانی همچون ابزار میدان مذاکره توصیف می نمود. ادامه میده هم با دیگر روزنامه و اما روزنامه ی ابتکار نزدیک به جریان دولت روحانی که از حامیان همیشگی توافق هسته است با درج تصویری از ظریف و جان کری که در حال انجام مذاکره دو نفره هستند به نقل از ظریف نوید میداد که میتوانیم. شعاری که عمدتا نامزدهای ریاست جمهوری یا صاحبان پلنهای سیاسی برجسته به آن تمسک میجویند که افق روشنتری رو به شهروندان در یک جامعه آماری نوید میدهند در همین مطلب به نقل از جان کری نیز گفته شد که از ملاقات با ظریف دلگرم شد و همه اینها از منظر این روزنامه پیامهای امید بخش در وین است ادامه می دهم و ورق میزنم. زنم. روزنامه آفتاب یزد نیز تمدید مذاکرات در فضای خوشبینی را مطلب اصلی شماره امروز برگزید این روزنامه منتقد سیاست های دولت احمدی نژاد موسوم به دولت پاک دست و مهرورز به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور گم شدن 87 میلیون دلار برای خرید دکل نفتی را نیز تایید کرد ماجراهایی که موجی از حیرت و تعجب را میان افکار عمومی ایران در داخل و خارج برانگیخت که, که چگونه چپاول اموال عمومی ملت ایران شکل و فرم تازی به خود میگیرد و از گم شدن و سرقت و اختلاس پول نقد به سرقت اموال و کالاهای پرارزشی تبدیل شده که نخستین بار کشف شمش های طلا در خیابان های استانبول در دور اول مدیریت احمدی نژاد منجر به شوک جمعی شده بود و نظام جمهوری اسلامی البته هیچگاه در اون رابطه خاص توضیح مشخصی هم ارائه نکرد و بالاخره در وقت باقی مانده فارغ از دنیای سیاست و نزاع و مذاکرات هستی لحظه ای با رویدادی دیگر از روزنامه ای فرهنگی و هنری روزنامه بانی فیلم که عمدتا اخبار فیلم, سین فیلم سینما موسیقی و هنر را منعکس می کند در صفحه یک شماره امروز خود خبر داد که نوای دلنشین و ترنم جاودان ربنای شجریان استاد بیبدیل سپهر موسیقی ایران و یگانه آواز ایران زمین به صفرهای افتار بازگشت. و با این رویداد از روزنامه بانی فیلم وقتی برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد همچون همه شب از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم که به تماشای ادامه برنامه شرح تکمیلی آخرین اخبار ایران و جهان در برنامه آن سوی خبر باشید که بلافاصله فاصله پس از برنامه صفحه یک پخش خواهد شد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود